سرخط مهمترین خبرها، هشدار ایران و دونالد ترامپ از مداخله در امور افغانستان. افزایش انتقالات از طریق راه آهن در افغانستان و رقص جنجالی آمریکایی در قلب عربستان. سلام، به یک مجموعه تازه خبری از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. دستیار پیشین وزیر خارجه ایران در واکنش به نشست اخیر مقامات سابق آمریکا درباره سیاست آینده ایالات متحده در قبال افغانستان گفته است که آمریکا از جنگ در افغانستان درس نگرفته و دوباره از مداخله در این کشور سخن میگوید. طالبان باید به رسمیت شناخته نشوند و باید در انتظار نحوه عملکرد آنان در برابر القاعده و داعش بود. رسول موسوی تاکید کرده است که آمریکا در افغانستان جنگید، ولی نفهمید که چرا می جنگد. این گفته ها پس از آن صورت می گیرد که اخیراً مؤسسه امنیت جهانی و ملی در دانشگاه فلوریدا نشستی را با حضور مقامات پیشین دولت افغانستان و آمریکا و برای بررسی سیاست آینده ایالات متحده در افغانستان برگزار کرد. در این نشست حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان پیام کوتاهی فرستاده و فرمانده سابق سنتکام نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان و برخی دیگر از چهره های این کشور صحبت کردند. From his perspective, which was the word new government in the Dohaki, that there would be a new government based on inter-Afghan negotiations. Instead, actually said a new Islamic government. جنرال فرانک مکنزی رئیس سابق فرماندهی مرکزی آمریکا در این نشست گفته است که آمریکا نمیخواست با اعلام شکست از افغانستان خارج شود، اما در نهایت ماهیت جنگ تغییر کرد. چه پیو کال که پیو پلان مگو جوڑو امریکایان دی پارا کپارو دی پارا و به داخیر وقتو که بخدای چی پوراس که سل و زر پلانونا جوڑو دل مگو ده مجایدین را تینگ اول. شماری از سیاست مداران افغان معتقدند که ترامپ با جابجایی چهره‌های ضد اماراتی در آمریکا به دنبال افزایش فشارها بر حکومت کنونی افغانستان است. آنان می افزایند که ترامپ بارها از روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده و در مورد سلاح‌های آمریکایی بجا مانده در افغانستان و میدان هوایی بگرام انتقاد کرده و سیاست جو بایدن را نادرست خوانده است. میخواستم آخرین سرباز با عزت و اقتدار از افغانستان خارج شوند و بگرام را نگه داریم. در مقابل شماره دیگر از سیاست مداران میگوید که ترامپ سیاست های آنی دارد و ممکن است که هر لحظه تغییر کند. ترامپ چی ده اغا یو لیوانای غوند تو بیت لری و پریکری هم داسی دی. آنان می افزایند که ترامپ به فکر افغانستان نه، بلکه به دنبال تامین منافع آمریکا است و امکان مداخله نظامی در افغانستان وجود ندارد. گفتنی است که پیش از این نیز شماری از مقامات آمریکایی گفته بودند که آمریکا پلیس جهان نیست و نمی تواند تا حقوق بشر را در تمام جهان تامین نماید. همزمان با این رهبران مسلمان در آمریکا که در انتخابات از دونالد ترامپ حمایت کرده بودند، اکنون از انتخابهای کابینه او به شدت ناامید شدند. As Muslims support this man because we believe that he will be a president for all Americans embracing every race, color and religion. We are with President Trump because we want a strong border. رابیول چودری سرمایه‌دار اهل فلادلفیا گفته است که دونالد ترامپ به خاطر ما پیروز شد و ما از انتخاب وزیر خارجش و دیگران راضی نیستیم. این ناراحتی به دلیل انتخاب افراد ضد فلسطین مانند مارکو روبیو از سوی ترامپ صورت گرفته است. مارکو روبیو نامزد وزارت خارجه آمریکا در مورد فلسطین گفته است که به آتش بس در غزه فراخوانی نخواهد داد و معتقد است که اسرائیل باید تمام عناصر حماس را نابود کند.
از سوی هم در عربستان سعودی طی افتتاحیه جشنواره موسیقی و رقص اتفاق افتاده است که مورد توجه شمار زیادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و موافقت‌ها و مخالفت‌های زیاد روبرو شده است. در این افتتاحیه میناتوری خانه خدا را نشان می‌دهد که ناگهان در میان آن تصویر خواننده و رقاص آمریکایی نمایش داده می‌شود. در این مراسم که نمایش لباس و اجرای جنیفر لوپز خواننده و رقاص برگزار و اجرا شده است، گروهی از خوانندگان و رقاصان با لباس‌های نیمه برهنه دیده می‌شوند که در میان هزاران عرب مسلمان در حال رقص و پایکوبی‌اند. این موضوع با انتقادات شمار زیادی روبرو شده و در مقابل عده‌ای از این کار بن سلمان حمایت کرده و وی را بانی اصلاحات و مبارزه با بنیادگرایی می‌خوانند. نمایش مد در عربستان شب پنجشنبه 14 نوامبر در ریاض برگزار شده است. همچنین مسئولان وزارت فواید عامه افغانستان میگویند که انتقالات از طریق خط آهن در کشور نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به گفته آنان این وزارت از آغاز سال جاری تاکنون 2.3 میلیون متریک تن صادرات داشته است. مقامات طالبان میگویند که تعاملات با کشورهای همسایه به شدت گسترش یافته و کشورهای همسایه نیز از پیشرفت‌ها در افغانستان ابراز خوشبینی کرده و حمایت میکنند. ایتو نیست که تمام بودجه را بگیر در قندهار مصرف کو بدخشان از یادت رفته. برای امیرالمومنین صاحب 34 ولایت افغانستان یک برابر است. در همین حال غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی از تسهیل سرمایه گذاری در منطقه آزاد دوغارون خبر داده است. و گفته آقای مظفری بخش خصوصی در این مرز بین المللی سرمایه گذاری های خوبی کرده و فعالیت بخش دولتی نیز نسبت به سالهای گذشته ارتقا یافته است. از سوی هم ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان میگوید که روز جمعه 25 عقرب بر اثر یک رویداد ترافیکی در مسیر ولسوالی بهارک و شهر فیض‌آباد 8 نفر جان باختند. قربانیان شامل یک مرد، 4 زن و 3 کودک بوده است. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنیه بدخشان روز جمعه 25 عقرب گفته جسد راننده این موتر از رودخانه کوکچه بیرون آورده شده و تلاش ها برای یافتن اجساد دیگر ادامه دارد. با گفته وی این رویداد بر اثر لغزش جاده و شرایط نامساعد آب و هوا رخ داده است. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. از این که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، الله نگهدار.